سلام. لایحه حفاظت رودخانه ها و کاهش خطرات سیل مشتمل بر 21 ماده است و در مهر ماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. رسمیت بخشیدن به مالکیت وزارت نیرو بر بسترهای آبی به ویژه بر بستر رودخانه ها، ایجاد مسیرهای قانونی برای به رسمیت شناختن تغییر کاربری ها و ساخت و سازها در بسترها و مهمتر از همه دوپاره کردن مالکیت و مدیریت زمین و عرصه های ملی بین دو تشکیلات وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی از جمله نقدهایی است که میشه به این لایحه وارد کرد. 9 اردیبهشت مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاحیه پیشنهادی خودش رو بر این لایحه منتشر کرد. اصلاحیه مجلس اما به مشکلات اصلی نپرداخته و بیشتر به جزئیات روند قانونگذاری متمرکز شده. درباره این لایحه و اصلاحیه‌اش با حامد حدیدیان، کارشناس ارشد مدیریت آب و سیلاب، گفتگویی خواهیم داشت. او به ماده‌های مختلف این لایحه می‌پردازه و انتقاد کارشناسی خودش رو ارائه خواهد داد. سلام حامد عزیز. خوش اومدین. سلام حامد عزیز. سلام. ممنون از فرصتی که به من دادین و خیلی خیلی خوشحالم خدمت شما هستم و تشکر میکنم که به این موضوع حساس میپردازیم. ممنونم. پیش از اینکه وارد ماده های قانون بشیم، ممکنه یک کمی راجع به مسئله سیل صحبت کنین و اینکه یک کمی هم به طور کلی به این لایحه اون نقدهای اساسی که دارین رو وارد کنین به طور خلاصه؟ حتما. یه مقدمه خیلی کوتاه بگم. کلا پروژه های آبی حول 3 محور اساسی تامین آب، حالا چه آب شرب، صنعت و کشاورزی، در واقع تصفیه فاضلاب و مهار سیلاب میگرده. حالا ما اینا رو توی انگلیسی اصطلاحا بهش میگن تری واترز، ولی متاسفانه نه تنها در ایران، در خیلی از کشورهای در حال توسعه اون دوتای اول که تامین آب و تصفیه فاضلاب هستش دیسیپلین های اصلی قلمداد میشه و مدیریت سیلاب دیسیپلین فرعی قلمداد میشه، که خیلی اشتباهه. از کجا میگم اشتباهه؟ چون نکنین سیلاب چیزی نیستش که شما هر روز باش درگیر باشید. در مقابل تامین آب و در واقع تصفیه فاضلاب چیزایی که در روز، هر ساعت و هر دقیقه اهالی در واقع شهر یا روستا باش درگیر. سیلاب ممکنه 10 سال، 12 سال، 20 سال، شاید 50 سال سراغ شما نیاد، ولی وقتی میاد در واقع عواقب خیلی سنگینی خواهد داشت. برای همین توی حالا انگلیسی به مدیریت سیلاب یا کلاً پدیده سیلاب هیدن واتر یا آب مخفی هم میگن، که خیلی از کارشناسان در واقع حوزه آب هم حتی اون رو نمیبیننش، چون فکر میکنن شاید خیلی ضروری نباشه. اتفاقی که مثلا 10 سال یا 20 سال یا 50 سال یا حتی 100 سال میفته خیلی دلیل نداره براش سرمایه گذاری کنن، ولی چون عواقبش سنگینه در کشورهای توسعه یافته خیلی به این موضوع پرداخته شده. حالا این با گفتن این مقدمه میخواستم یه چیزی رو اشاره بکنم که قانونی تصویب شده، احتمالاً پیرو اتفاقات بدی که در حوزه سیلاب در کشور ما توی چند سال گذشته افتاده، قانونگذار یا حالا اون کسی که لایحه را از طرف دولت در واقع به مجلس داده به این فکر افتاده که ما یه قانونی کم داریم و بعد بریم سراغ این. منتها متاسفانه برخلاف در واقع رویه‌ای که باید باشه و در به قول معروف دنیای متمدن هست، قانونگذار باید یک فهم کلی از موضوع سیلاب داشته باشه، که من این رو متاسفانه در این لایحه نمی‌بینم. یعنی اون کسی که این لایحه رو تنظیم کرده اول باید یک مقدمه ای برای قانونگذار میگفته که اصلا پدیده سیلاب چیه، چجوری تشکیل میشه، بعد بیاد ازش اون خلأهای قانونی درخواست کنه که در قالب قانون تصویب بکنن که بتونه کارش رو انجام بده. حالا چرا اینو میگم؟ این قانون کلن، این لایحه عوض میخوام، این لایحه کلن همونطور که شما گفتید تو 21 ماده است و خیلی پرداخته به مسیلها و رودخانه ها. در واقع مسیل و رودخانه جایی که سیلاب رو شما شاهد هستید، نه جایی که سیل شکل میگیره. سیل جایی شکل میگیره در مرتع جنگل، جایی که شما توی این قانون نمیبینینش. چجوریه داستان؟ اینه که ما معمولا وقتی فیلمی چیزی از این مصیبت سیل در واقع میبینیم، یه رودخانه میبینیم متلاطم که در واقع آب میاد و میشوره و شهر رو یا ماشین ها رو آب میبره، مثل اون چیزی که تو شیراز خیلی فیلمش
به قول معروف وایرال شده بود و همه وحشت میکنن، فرار میکنن، تعداد زیادی کشته میشن و خسارات زیاد به بار میاد. سیل اونجا در واقع در نقطه پایانی خودش است. سیل جای دیگری تشکیل شده خارج از شهر، روی مرتع، زمانی که باران میباره، بخشی از این باران باریده شده به نفوذ عمقی تبدیل میشه، بخشیش تبخیر میشه، اون بخشی که روی سطح زمین میمونه به سیل تبدیل میشه. حالا توی این قانون به اون حوزه‌ای که در واقع حوزه آبریزی که باران روش باریده خواهد شد یا شده در گذشته و سیلی تشکیل شده که باعث خسارت شده پرداخته نشده، که چه کار باید بکنن که اصلا سیل تشکیل نشود، اومدن اون قسمتی که در واقع مسیر یا مسیل سیلاب هست رو تمرکز کردن و 21 ماده دادن. این موضوع اگه میخواست درست بهش پرداخته بشه باید در واقع سرمنشأ سیل رو میومد خلأهای قانونی رو میپوشوند، مثلا پوشش گیاهی رو تقویت میکردن، کاری میکردن که اصلا فلسفه مدیریت سیلاب در یک جمله بیشتر خلاصه در یک جمله خلاصه میشه و اون این که ما کاری بکنیم که آب حاصل از باران دیرتر در واقع به پایین دست بره و یک تأخیر ایجاد بکنیم در تشکیل در واقع روان‌آب سطحی که بعداً به سیل تبدیل نشه. حالا اگه موافق باشین ماده ها رو دونه دونه با هم میبینیم و من سر هر ماده اون موضوعی که به ذهنم میرسه رو راجبش بحث میکنیم. سعی میکنیم خلاصه باشه و خیلی تخصصی نباشه، ضمن اینکه من این قید رو میگم که من حقوقدان نیستم، اما به عنوان یه متخصص در واقع، حالا اگر بشه اسمش رو متخصص گذاشت، به عنوان کسی که آشنا هست با مفاهیم سیلاب دارم اینجا موضوع رو بررسی میکنم و مطمئنم که این لایحه خیلی میتونست بهتر، جامع‌تر و مؤثرتر تصویب بشه. توی ماده یک لایحه اومدن یه سری تعاریف دادن که خیلی هم خوبه، یعنی ما انتظار نداریم از قانون‌گذار که همه چیز رو راجع به یک موضوع تخصصی بدونه، مثلا سیلاب، ولی یک کاش یه خورده اینجا جانب احتیاط رعایت میشد. من راجع به موضوعات کلی بحثی ندارم که مسیل چیست، رودخانه چیست یا نهر طبیعی چیست، ولی مثلا مورد 6 تو ماده 1 یه اصطلاحی به اسم نهر متروک مطرح کرده. این ما وقتی از این واژه استفاده میکنیم خیلی این واژه ریسک بالایی داره و حالا من از روش میخونم، نوشته نهر متروک نهری که تحت تأثیر عوامل طبیعی یا غیر طبیعی کارکرد اصلی خود را از دست داده باشد. ببینید این موضوع بسیار موضوع بحرانی و حساسیه. ممکنه شما یه نهری رو برید ببینید و ببینید مثلا 5 سال، 10 سال یا 50 سال هیچ آبی توش جریان پیدا نکرده. ما یه مفهومی داریم در سیلاب به نام دوره بازگشت، یعنی وقتی میگیم دوره بازگشت فلان سیلاب مثلا 10 متر مکعب در ثانیه این 100 ساله، یعنی احتمالاً این سیلابی که ما انتظارشو داریم هر 100 سال یک بار اتفاق میفته. این احتماله. برای همین اگر شما جایی دیدید که یک در واقع خط القعری هستش، مثل خیلی جاها که در مثلا قم، تهران یا در همون شیرازی که سیل چند سال گذشته رو شاهد بودیم، خط القعری هست و همه هم میبینن خشکه، میان روش مثلا رستوران ساختن یا جاده کشیدن یا خط لوله خیلی حساس آب یا فاضلاب یا نفت رد کردن یا اصلا خیلی اومدن تملک کردن، مغازه ساختن یا خونه ساختن و رفتن چون خشک بوده، 50 سال خشک بوده. این نهر رو نمیتونید متروک تلقی بکنید. ببینید واژه نهر متروک فجایعی رو به بار میاره مشابه آن چیزی که در دروازه قرآن شیراز دیدیم. حالا دوستان اگه علاقه داشتن میتونن برن فیلماشو توی یوتیوب ببینن و این خیلی باید با احتیاط رعایت بشه، چون شما حوزه آبریزه که دست نزدید، حوزه آبریز بالا دستو، یه نهری رو شاهد بودید که خشک چند سال و رفتین روش تملک کردین استفاده. من این رو اصرار داشتم که اینجا بگم که این از همین ماده یک شما میبینید که خوب موضوع تفسیر نشده برای کسایی که میخواستن روی این لایحه در واقع بحث بکنن. و موضوع بعدی که توی همون ماده یک دوباره تو بند 7ش هستش، مدام به سیلاب 25 ساله اشاره شده. ببینید اصلا مشکلی نیست که شما بخواید مفاهیم تکنیکی رو بیارید داخل یه لایحه، ولی چرا 25 سال؟ یعنی من اگه جای قانون‌گذارا بودم سوال می‌کردم چرا 25 سال؟ چرا نه 50 سال نه؟ چرا یا 10 سال نه؟ ببینید دوره بازگشتی که برای طراحی یک شبکه دفع روانو به سطحی یا دفع سیلاب به مدیریت سیلاب مورد استفاده قرار می‌گیره بسته به اینه که اراضی پایین دست در واقع
اون حوزه آبریز یا حاشیه اون نهر چقدر حساسن. یه موقع از شما اراضی کشاورزی دارید، پارک دارید، یه موقع از بیمارستان دارید یا مدرسه دارید یا تأسیسات نظامی دارید یا پتروشیمی دارید. هر کدوم از اینا یه دوره بازگشت خاص میخواد. البته در طول لایحه به این اشاره شده که به حسب در واقع نیاز این دوره بازگشت تغییر خواهد کرد، ولی ای کاش به همون اکتفا میشد و یک قید خاص نمیذاشت که بعدا بشه سلیقه این رو تفسیر کرد. چون شما دوره بازگشت که میارید پایین تر، مثلا میکنیدش 5 ساله، اون مرز در واقع مسیل کم و زیاد میشه و با این میشه بازی کرد. حالا من چرا روی این موضوع حساسم؟ در طول لایحه به این موضوع میپردازم. این مرز در واقع مسیل با کم و زیاد کردن مرز مسیل، شما اون مقدار اراضی که استملاک میخواین بکنین توسط دولت یا حالا وزارت نیرو تغییر میکنه و این اراضی معمولا از ارزشمندترین اراضی هستن. من در طول لایحه اشاره میکنم، حالا اگه موافق باشین از ماده یک بگذریم، سریع بریم به ماده دو که یه خورده وارد جزئیات اساسی تر بشیم. تو ماده دو اومدن گفتن که کل در واقع، حالا من به طور خلاصه و غیر حقوقی میگم، که زمین های کنار این مسیل ها و نهرهای طبیعی و رودخانه ها چه داخل شهر باشن چه خارج شهر باشن باید به تملک در واقع حکومت دارد و حالا مسئولیتش هم بدن به وزارت نیرو. این موضوع موضوع خیلی حساسی. اولا اینکه این موضوع چیز جدیدی نیست، یعنی ما قانونی داشتیم قبل از انقلاب، شاید 1347 تو همون متن پیش سوابقی که شما الان دارین نشون میدین دیده میشه که خب تملک اینها قبلا هم با دولت بوده. حالا چه چیزی مثلا عوض شده؟ سوال اساسی اینه که آیا با تغییر تملک نقطه از شبکه سیلاب، نقطه از سیلاب که حالا ما اسمشو میذاریم مسیل، ما میتونیم سیلاب رو مدیریت کنیم یا باید بریم سراغ همون سرمنشأ سیلاب؟ اصلا تغییر مالکیت چه چیزی رو عوض میکنه وقتی تغییر رویکرد ما در مدیریت سیلاب انجام نشده؟ یعنی تو شما تصور بکنید یک فاجعه، هر فاجعه مثل سیل از جای دیگر تشکیل میشه و مسیری دیگر نداره غیر از این مسیری که در واقع به صورت طبیعی ایجاد شده، میاد اینجا. حالا مالک، اینکه مالک اون مسیل یا مالک اراضی کنار اون مسیل چه کسی باشه، مگه در ابعاد اون فاجعه تغییر ایجاد خواهد کرد؟ ممکنه حالا مخاطبای ما بگن که خب اگه مالک دولت باشه، دولت میتونه بره در واقع اونجا رو تصاحب بکنه، نذاره کسی اونجا زندگی کنه. خب این در یه شرایط عادی خیلی ممکنه گزینه مطلوبی به نظر بیاد، ولی اینو در نظر داشته باشیم ما داریم راجع به ایران صحبت میکنیم. در یک کشور خشک و نیمه خشک مثل ایران که ما اکثرا مشکل آب داریم، تمایل در واقع اهالی این کشور همواره این بوده که برن در نقاطی ساکن بشن که اون نقاط رطوبت بالایی داره، دسترسی به آب داره و این نقاط از بد روزگار همشون کنار همین مسیل هاست. یعنی حالا ما اگه از شهر فاصله بگیریم، از شهرهای مدرنی که معمولا داریم، حالا شهرهای کهن ما مثل همون اصفهان و در واقع شیراز و حالا شهرهای دیگه، حتی قم که شهر خیلی خشکی هست، اکثرشون کنار در حاشیه رودخونه ها در واقع یا مسیل های فصلی یا دائمی شکل گرفتن. ولی حتی برید تو روستاها هم نگاه بکنید، ببینید زمینای کشاورزی هم، زمینای کشاورزی آبی منظورم رو ندهیم، اکثرشون کنار همین مسیرهای فصلی و در واقع یا دائمی هستن. چرا؟ چون خب رو آب هست، یعنی بدون آب هم که این زمین به درد نمیخوره. در شرایط در واقع اقلیمی ایران زمین بدون آب فایده نداره، برای همین همه تمایل داشتن کنار این مسیرها باشن که یا از آب فصلی اون مسیر استفاده بکنن یا اینکه اونجا سطح آب زیر زمینی معمولا بالاتر، حتی زمانی که بارون هم نمیاد آب توی اون مسیر نیست، چون سطح آب بالاست شما با 5 متر 10 متر 20 متر کندن به چاه آب خوب میرسین و میتونین استفاده کنین. اگر حالا مخاطبای ما در روستا زندگی کرده باشن یا حتی سفر کرده باشن، میبینن که کنار مسیلا که راه میرن معمولا تعداد زیادی چاه هست، مزارع خیلی کوچیک در حد چند صد متر یا مثلا نیم هکتار یا هکتار هستش که حالا معمولا هم حالا بسته به اقلیم یه محصولی اونجا کشت میشه و چاه هم اکثرا غیر مجاز در کنار اون مسیل هست. حالا اینکه این کار درسته یا غلطه من کاری ندارم که اصلا باید اونها اونجا باشن، ولی آیا استملاک این اراضی توسط دولت یا وزارت نیرو مشکل رو حل میکنه یا یه مشکل به مشکلات ما اضافه خواهد کرد؟
این هم سوالیه که باید حداقل بحث میشد تو این لایه، که ما قراره اینجا رو بدیم به تملک حکومت یا وزارت نیرو که بره همه اینا رو خالی کنه، که اگه سیل اومد ما فقط بشینیم سیل رو تماشا کنیم. خب ما قرار سیلاب رو مدیریت بکنیم، کشاورزیمون رو بکنیم، صنعتمون، حالا صنعت که خب در ایران به صورت خصوصی کنار رودخونه خیلی کم دیده میشه، و یا سکونتمون رو در جاهای خوب که معمولا کنار رودخونه هست داشته باشیم و از سیل آسیب نبینیم. در واقع شما دارید صورت مسئله سیل رو پاک میکنید، میگید سیل بیاد و بشوره و بره، ما فقط از کنارش میریم کنار. من با این موضوع مخالفتی ندارم، ولی در شرایطی که ساکنین مناطقی که ما داریم راجع بهش حرف میزنیم گزینه دیگری غیر از این گزینه سکونت یا کشاورزی در حاشیه رودخونه ها داشته باشن، موافق باشین میریم. حالا این موضوع رو چندین بار توی همین لایحه میبینید تو مواد مختلف که من هی بهش گریز خواهم زد. بریم روی ماده 3 که گفته تشخیص و تعیین بستر پهنای بستر و حریم، حریم به استثنای در واقع حالا موارد ساحلی با وزارت نیرو هست. من با این موضوع یه خورده دوست دارم راجع به این موضوع بحث کنیم. ببینیم ما تو کار حالا در هر کار مدیریتی به خصوص مثلا مدیریت پروژه های عمرانی یه بحثی داریم به اسم مدیریت ذی‌نفعان، یعنی ذی‌نفعان یک پروژه منافعشون باید جوری رعایت بشه که در واقع همه طرفین ماجرا تا حدی راضی از پای اون پروژه در واقع برن دنبال زندگیش. یه گرفتاری این وسط هست که متعرض کسی که بیشترین تعرض رو به حریم رودخانه ها و مسیل ها کرده خودش اینجا داره حقی برای خودش قائل میشه که بتونه مالکیت رو تعیین بکنه، مدیریت اون مالکیت اراضی که مالکیتش رو تعیین کردن هم به عهده بگیره و اون وزارت نیروه. شما اگه برید توی در واقع کنار رودخونه های اصلی ایران میبینید متعرض اصلی رودخونه ها همین وزارت نیروه، حالا یا با احداث سدهای انحرافی، مخزنی یا هر چیز دیگه ای، و انواع و اقسام کارگاه ها هم طی مثلا چند دهه گذشته کنار رودخونه ها داشته. حالا ما میخوایم این وزارت نیرو رو که از قضا بدنه تخصصی خیلی حرفه‌ای هم داره در حوزه در واقع ساخت و ساز نمایید زیست رو میخوایم متولی تعیین مالکیت اراضی، این یه جوری من بحث حقوقیش رو واقعا مشتایی ندارم، ولی به لحاظ مدیریت پروژه این تداخل مدیریت ذی‌نفع داره. در واقع کسی که خودش ذی‌نفع هست رو، ذی‌نفع بزرگ و متعرض اصلی این اراضی رو داریم میکنیم مبنای تصمیم گیری. حالا ممکنه سوال پیش بیاد که خب چه ذی‌نفعی رو ما بذاریم اینجا؟ ببینید وزارت نیرو میلیاردها دلار پروژه در حاشیه رودخونه ها داره که پیمانکاران و مشاوران امینش معمولا ذی‌نفع برای همین وزارت نیرو بی‌طرف نیست، ذی‌نفع بی‌طرف نیست. به گمان من ذی‌نفعان بی‌طرف میتونن ساکنین محل یا استان در قالب مالکین استانی یا شهرستان و از همه اونا مهمتر سازمان محیط زیست باشن. شما رد سازمان محیط زیست در کل لایحه شاید در حد یکی دو تا خیلی کمرنگ تو این لایحه ببینید، انگار نه انگار که سازمان محیط زیست در این کشور مرجع بالادستی تصمیم گیری برای مواردیه که به محیط زیست دخالت دارن، از جمله تعیین حریم بستر. درسته که وزارت نیرو بدنی تخصصیه، در واقع هیدرولوژیست و نمیدونم مدیران آبی و اینها داره و میدون توانایی رو داره، ولی داشتن توانایی بخاطر اون تداخل نفعی که در پروژه ها داره نمیتونه اینو توجیه بکنه و ما باید بریم سراغ ذی‌نفعی که خودش از تعریف یا عدم تعریف یا تغییر مالکیت بستر رودخانه ها نفعی نداره و اون قطعا وزارت نیرو نیست، از قضا وزارت جهات کشاورزی هم نیست، چون وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان منابع طبیعی که زیر مجموعه در واقع وزارت جهاد کشاورزی است، اون هم ذی‌نفع در پروژه های شبکه های فرعی آبیاری زهکشی و این دوتا خودشون متعرضان عمده حریم بستر رودخونه ها هستن و این دوتا نمیتونن به تنهایی حداقل
تعیین کننده باشن اینجا. من با این موضوع خیلی مشکل دارم و مطمئنم که کسانی که علاقه مند محیط زیست ایران هم هستن تمایلشون اینه که سازمان محیط زیست نقش حیاتی در این وسط داشته باشه. تو دو سه تا ماده آینده میبینیم که گذری زده شده به سازمان محیط زیست، ولی در حد کیفیت آب من چیز دیگه بیشتری متاسفانه ندیدم، در صورتی که باید نقش محوری داشته باشه. تو ماده 4 باز به پدیده مزاحمت اشاره شده که باز وزارت نیرو فقط میتونه در واقع اینجا دخالت کنه. ببینید حالا یه بحث حاشیه‌ای رو من مطرح بکنم اینجا. خود وزارت نیرو خیلی وقتا وقتی پروژه در کنار رودخانه ها و اینها داره از اراضی حاشیه رودخانه یا مسیرهای فصلی، نهرهای فصلی به عنوان منابع قرضه پروژه خودش استفاده میکنه. یعنی اینجا اومده گفته که دخل و تصرف در واقع هر گونه حفاری، دخل و تصرف در بستر مذکور فقط با اجازه وزارت نیروه. باز زینف بزرگه در واقع که همیشه هم در کنار رودخونه ها و مسیرهای طبیعی هستش، همه کاره در واقع تشخیص مزاحمت یا اجازه جواز حفاری دادن در کنار در واقع. باز میبینید ردی از سازمان محیط زیست نیست و حتی مرجع در واقع اینجا اتفاقا از وزارت کشاورزی هم خبری نیست. در واقع وزارت نیرو هم مالک خواهد بود، همین مجوز میده و معمولا به چه کسانی مجوز میده؟ به پیمانکاران و مشاورانه، حالا مشاور که اینجا کرختش کمتره، به پیمانکارانی که تو پروژه خود وزارت نیرو دارن کار میکنه. این عملا یه تداخل در واقع. اگه مطمئنم اگه کسی که حالت خود تخصص حقوقی داره اگه مسائل فنی رو براش تفسیر بکنن و بگه که زینف این قضیه خود وزارت نیرو، حتما راجع به این قضیه میتونه بحث حقوقی خیلی خیلی طولانی داشته باشه. من خیلی نمیخوام به قول معروف بحث رو خسته کننده پیش ببرم، فقط راجع به تو ماده 5 راجع به آلودگی هم صحبت شده که در واقع کسانی که در حال کار کنار در واقع مسیرها هستن اگر اشتباه نکنم مسئول جبران هر گونه خسارت آلودگی مربوط مسیر هستن. ببینید سیلاب بدبختانه اونقدر بد در واقع جز حوزه هایی که از همون تری واترز ما توی حوزه تامین آب و در واقع تصفیه فاضلاب خیلی پیشرفته ایم در کشور، حداقل به لحاظ تکنیکی، به لحاظ مدیریتی خیلی پسرفته ایم در سطح کلان، بسیار پسرفته، ولی بدنه متخصصینمون خوبن، بدون تعارف خیلی خوبن چون تجربه کاری زیاد دارن، همه مشکلات ورشکستگی آبی و این چیزایی که خیلی در حوزه مدیریت منابع آب میشنوین اینا واقعی هست. من حالا نمیخوام بحث واژه بکنم چون با خیلی هاش در واقع میتونم راجع به خیلی هاش بحث بکنم، ولی شما بدنه تخصصی خوبی دارین، ولی گرفتاری ما در حوزه سیلاب اینه که ما این موضوع رو چون سالهای سال رها کردیم، متخصصان ما هم توش کار نکردن، تجربه کمی داریم. ما همیشه در بهترین حالت ممکن ما فکر می‌کنیم مدیریت سیلاب حالا یا تأخیر ایجاد کردن در سیلاب یا مهار کردن سیلاب یا منحرف کردن سیلاب به جایی که کمترین خسارت رو بهمون بزنه، ولی یه موضوعی که خیلی فراموش میکنی موضوع تصفیه سیلابه. بالاخره سیلاب به یه جایی خواهد رفت و برخلاف تصور عامه حتی بخشی از متخصصان، سیلاب فقط آب نیست. سیلاب وقتی از کوه و دشت و شهر و جاهای مختلف میگذره بسیاری آلودگی داره که این آلودگی ها خیلیش فیزیکیه، سنگ و کلوخ و چوب و این هاست که میتونه مخرب باشه، خیلی شیمیاییه. حالا ممکنه خیلی به نظرتون چیز جزئی بیاد، سیلابی که در شهر روی آسفالت جریان پیدا میکنه انواع و اقسام املاح سمی رو در واقع با خودش حمل میکنه که شما مسئول اونم هستین. یعنی این همه خودرو که در خیابون تردد میکنن، لنت ترمزشون و اینها که روی آسفالت میشینه، بعد از هر سیلابی کلی آلودگی شیمیایی با خود سیلاب در واقع میره که این سیلاب در هر جا میره این آلودگی رو با خودش خواهد. بحث تصفیه سیلاب هیچ کجای در واقع این قانون، این لایحه نمیبینید. این موضوعی که در دنیا خیلی پیشرفتای زیادی توش انجام شده، ما
یک مبحث بسیار مبسوط راجع به گرین اینفراستراکچر داریم که خیلی روی در واقع زیر ساخت‌های سبزه، که خیلی روی تصفیه سیلاب بحث کرده و شما نمی‌بینید رد این. انگار ما یک قانونی، یک لایحه‌ای رو فقط داریم می‌بینیم که یه عده فقط نگران مالکیت مسیرهای سیلاب، نه به منشأ سیلاب می‌پردازن، نه به مبدأ سیلاب. یعنی بعد از اینکه سیلاب مسیر رو طی کرد، بالاخره یا به دریا می‌ریزه یا به دشت. یعنی یه جایی میره دیگه. آیا جایی ما مسئولیت تصفیه این رو به عهده گرفتیم؟ حالا استحصال سیلاب و تغذیه آبخانه و اینا به کنار، که اینا اصلا نیست. یعنی الحمدلله به شوخی میگم، واقعا انتظار هم نمیرفت که حالا انقدر مثلا خوب طراحی بشه، ولی دیگه تصفیه سیلاب هم هست دیگه. بالاخره هر کسی یه بار سیل رو دیده باشه میبینه این انواع و اقسام آلودگی داره با خودش میاره. آیا ما مسئول تصفیه این سیلاب هستیم یا نه؟ اینم باز نمیبینید شما در این داشت. مواد مختلف هم مثل این 5 تا 6 تایی که اول بررسی کردیم ناقصن. نکته ای که حالا توی حالا الان ماده 7 رو دیدم راجع به حریم شهرهاست، که گرفتاری اساسی اینه که چون وزارت نیرو رو متولی در واقع تعیین بستر کرده، نقش شهرداری ها اصلا دیده نشد. سیل در جای دیگه خارج شهر تشکیل میشه، وارد شهر میشه، و نقش شهرداری نیست. یعنی به گمان من، حالا به قول انگلیسی ها، اگه گود پرکتیس ها رو بخوایم برید نگاه بکنی، در حیطه شهری مدیریت سیلاب به عهده شهرداریه. شهرداریه که جواز ساخت خونه، زیر ساخت، جاده داخل شهر رو میدهد، پس باید مدیریت سیلاب رو هم شهرداری انجام بده. شما الان اگه به کشورهای مدرن سفر بکنین، هر جایی که الان شما هستین، من فکر می‌کنم تو اروپا هستین یا هر جای دیگه، کشورهایی که در واقع نمیگم خیلی خیلی پیشرفتن، در حد متعارف در حوزه زیر ساخت شهری پیشرفت کردن، میدونین که اگه سیل بیاد و خسارتی به یک خصوصی بزنه، شهرداری اگر جواز داده باشه برای اون، شهرداری موظف پرداخت خسارته. شهرداری نمیتونه به شما مجوز ساخت یک منزل بده یا یه واحد تجاری بده و با علم این که میدونه اونجا سیل میاد و وقتی سیل اومد شما رو رها کنه، باید یه جبران خسارت بکنه. خب حالا شهرداری که اگه بنا باشه، شهرداری ما که اینطوری نیستن، نه بدنه تخصصی لازم رو دارن، نه اصلا خلأ قانونی هم که فراوون هست. حالا که ما داریم یه لایحه جدید میدیم، میخوایم به این موضوع بپردازیم، چرا باز وزارت نیرو در حیطه شهری میخواد دخالت بکنه؟ یعنی دیگه اونجا که به عهده شهره. و یه مثال خیلی حالا خنده‌دار براتون بزنم اینه که شما فرض بکنید یک زمین مثلا چند صد هکتاریه، یا متعلق به شهرداری یا متعلق به یک مالک خصوصی، چند تا مسیر از وسطش رد شده. خب میخواید مالکیت مرز اون مسیر رو بدید به دولت یا وزارت نیرو، تکلیف بقیه زمین چی میشه؟ زمین تکه تکه خواهد شد و تفکیک بشه. نمیشه که یه زمینی مثلا یه زمین مستطیل شکلی که چند هکتار یا چند صد متر مساحتشه، تکه تکهش مالکیتش برای من باشه و اون تکه هایی که کنار در واقع این مسیل ها هستن مالکیتش برای یکی دیگه. بعد با این مالکیت میخواد چی کار بکنه اون وزارت نیرو؟ میخواد بیاد در واقع یه فاصله غیر قابل احداث چیزی ایجاد بکنه، یه بافر به اصطلاح ایجاد بکنه. خب این چه مشکلی رو حل میکنه؟ یعنی چه مشکلی از مشکلات ما حل میشه؟ سیلی جای دیگه تشکیل شده، شما اومدی فقط اونجا که این سیل داره عبور میکنه رو امن کردی برای سیل و برای البته برای ساکنی، ولی جلوگیری کردی از اینکه ما توسعه داشته باشیم. در واقع اگر مبنا اینه که ما بخوایم مدیریت سیلاب انجام بدیم و مدیریت درست انجام بدیم، ما باید بتونیم از زمینمون حد اکثر استفاده رو ببریم، نه اینکه بیاریم زمین خالی بکنیم که سیل قراره بیاد. شما اگه مدیریت سیلاب رو درست انجام بدی، فارغ از اینکه چه کسی مالکه، اراضی اطراف مسیر هست، میتونی هم توسعه رو به حد اکثر برسونی، همین که سیل رو مدیریت کنی. مثال بارزش رو بگم، همینجا که من دارم، در واقع همین شهری که من توی زندگی میکنم، مسیل ها مالکیتش با صاحب زمینیه که مسیل ازش رد میشه. مثل اینکه شما صاحب یک خودروید، ولی دولت شما رو موظف میکنه که هر سال برید معاینه فنی برای اون خودرو بگیرید. وقتی شما معاینه فنی میگیرید، اون خودرو امن هست برای رانندگی شما
و برای دیگرانی که کنار شما گذر میکنن. مدیریت سیلاب برای مسیر هم همینه. اول باید سیلاب به حداقل برسه، تصفیه بشه در بالا دست و در طول مسیر. دوم این که ضمن رعایت و احترام به حق مالکیت خصوصی افرادی که مسیر از زمینشون رد میشه، با آموزش درست، کمک به اون افراد، مقدار سیل رو به حداقل رسون، ضمن این که وارد حوزه تصفیه سیلاب هم شد. من لایحه رو متاسفانه خیلی خیلی ناامید کننده میبینم. دوست داشتم راجع به موارد دیگه هم صحبت بکنم، ولی گرفتاری اینه که زمان کمه. فقط اگه موافق باشیم با ماده 9 موضوع رو خاتمه بدیم و اون در واقع راجع به اینه که خب اراضی که در واقع مالکیت شکل گرفته، رستوران، نمیدونم، همونطور که میدونی در ایران که کشور خوشمنیم خوشکه، معمولا کنار رودخونه ها و مسیرها بهتر اینجا برای ساخت و ساز بوده، درست یا غلط، این چیزی که در طول تاریخ اتفاق افتاده. حالا فرض کنیم این لایحه بره و تبدیل به قانون بشه، واقعا تکلیف کسانی که اونجا هستن چیه؟ ماده 9 اومده گفته آقا پرداخت خسارت و اینها رو در واقع به دولت واگذار کرده. ما راجع به میلیون ها هکتار زمین داریم حرف میزنیم که از قضا این زمین ها زمین های با ارزشی هم هستن. یعنی شما اگه برید مناطق شهری و بیشتر روستایی رو نگاه بکنید، زمین هایی که نوک کوه هستن ارزشی نداره. زمین در ایران به خصوص جایی که بارش کمه، زمین کشاورزی وقتی ارزش خواهد داشت که دسترسی به منابع آب داشته باشه. عدم دسترسی به آب ارزش زمین رو به یک چندم، یک دهم گاه هم میرسونه. حالا همین این زمین ها زمین های با ارزشی هستند. حالا طی مرور زمان در واقع این زمین ها مالک خصوصی هم پیدا کردن، یا خیلی هاشم مالک دولتی ممکنه داشته باشه، یا و این تکلیف اینا چی خواهد شد؟ کی میخواد خسارت رو و هزینه استملاک اینا رو بپردازه؟ من حالا تو ماده های بعدی هم این موضوع پرداخته شده. من حس میکنم کل لایحه حول اینکه چه کسی صاحب مسیل بشود و چه کسی صاحب حاشیه رودخانه بشود تعریف شده و بیشتر ای کاش اسمشو میذاشتن در واقع به جای کاهش خطرات و سیلاب میذاشتن نگرانی ها از مالکیت، به شوخی اینو عرض میکنم، نگرانی ها از مالکیت اراضی کنار رودخانه و مسیل ها. و من چیزی که تو این نمیبینم مدیریت سیلابه، حقیقتا اینو عرض میکنم، و فکر میکنن که سیل یک مصیبتی است غیر قابل کنترل که میاد و ما باید فقط ازش فرار کنیم. یعنی فلسفه طراحی این لایحه بدبختانه این بوده که بیایم همه این، اگر موفق باشه، بیاد همه در واقع حاشیه رودخانه رو خلوت کنه که بذاره سیل رو بیاد. راجع به تصفیه و کیفیت آب و اینها هم ظاهران یا نگرانی نداشتن. راجع به کاهش سیلاب در مبدأ گویا نگرانی وجود نداشته و امیدوارم که در واقع اهالی فن به این موضوع بپردازن. بدبختانه همونطور که اول بحث هم گفتم، موضوع سیلاب حتی از دید اهل فن هم به عنوان موضوع حاشیه‌ای آبه. من اینو بارها شنیدم از متخصصان، گفتن سیلاب زیر مجموعه است و اصل نیست، در صورتی که در کشورهای توسعه یافته من عرض کردم تری واترز، یعنی اینا عیناً اگر مهمتر از تامین آب نباشه هم ارز اون هست.